خداوند غفور و رحیم، مالک دنیا و جنان و جهیم. اول سخنی که بین ما بود از نام خدای رهنما بود. پایان سخن به ختم دفتر، زینت بدهم به نام حیدر. بحث امروز ما در رابطه با تلویزیون است که با هم کلی حرفا و گفته های زیادی داریم. جان روگیبر در سال 1888 در هلسنبرگ دانبارتون اسکاتلند متولد شد. او چهارمین و آخرین فرزند رورن جان برد و جسی موریسن بود. پدرش نماینده کلیسای اسکاتلند در کلیسای محلی سنت فراید و مادرش از خانواده ثروتمند در اسکاتلند بود. برد از سالهای کودکی علاقه شدیدی به مباحث الکترونیکی نشان میداد و اولین دستاوردهای خود را در همان سالها کسب کرد. وی اولین مخترع تلویزیون بود. تاریخ پیدایش تلویزیون در سال 1884 میلادی برمیگرده، زمانی که یک دانش آموز آلمانی به نام پاولو نیپکو نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون را با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. تأثیرات مثبت تلویزیون در کودکان. تلویزیون هنگام نمایش خوب یا برنامه مناسب چیز بدی نیست و فرزند شما می تواند چیزهای خوبی یاد بگیرد. تحقیقات نشان می دهد که تلویزیون می تواند تأثیر مثبتی بر روی کودکان داشته باشد. این می تواند به آنها کمک کند رفتار و نگرش خود را به خوبی تغییر دهند. چند زمینه وجود دارد که در آنها تلویزیون می تواند تأثیر مثبتی روی کودکان داشته باشد. محتوای آموزشی. در اکثر کشورها چند کانال تلویزیونی برای ایجاد محتوای آموزشی و آموزنده برای مخاطبان به ویژه کودکان اختصاص داده شده است. سرگرمی. تلویزیون یکی از منابع اولیه سرگرمی برای بچه هاست. صداها و تصاویر رنگی روی صفحه نمایش برای کودکان جذاب است و همچنین توجه آنها را حفظ می کند. فیلم ها، کارتون ها و برنامه های متعددی برای حفظ علاقه کودکان وجود دارد. با این حال بر اساس سن و سال سطح درک آنها اطمینان حاصل کنید که محتوای برنامه برای بچه هایتان مناسب باشد. ورزش. بهترین راه برای تشویق بچه ها به ورزش تلویزیون است. آنها را به تماشای ورزش های مختلف مانند تنیس، فوتبال، بیسبال و بسکتبال دعوت کنید. در مورد بازی، قوانین و سایر حقایق جالب در مورد ورزش با آنها صحبت کنید. اگر آنها علاقه‌مندی به هر کدام نشان دادند، آنها را تشویق به بازی یا ورزش کنید. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکترونیکی لامپ خلا عملا قابل استفاده نبود. تا اینکه در سال 1907 بوریس روزین دانشمند روسی برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتوی کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شبهای ساده هندسی را از طریق تلویزیون منتقل کند. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین دانشمند دیگر روسی صفحه نیپکو را با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. گرفتن در معرض فرهنگ‌های مختلف. تلویزیون به شما اجازه می‌دهد تا در سراسر جهان سفر کنید بدون آنکه مجبور شوید از خانه‌تان بیرون بیایید. این کودکان شما را به کشورهای مختلف می‌برد و با آنها در مورد فرهنگ‌های مختلف جهان می‌آموزد. با انتخاب مناسب برنامه‌ها کودک شما می‌تواند در مورد افراد، سنت‌ها، شیوه زندگی و نگرش آنها مسائل زیادی یاد بگیرد. تلویزیون می‌تواند الهام بخش باشد. نمایش‌های تلویزیونی با هدف کودکان و نوجوانان نه تنها آموزشی بوده، بلکه الهام بخش نیز هستند. برنامه‌های تلویزیونی آموزشی کودکان را تشویق به انجام کارهای جدید می‌کند. به عنوان مثال، یک نمایش تلویزیونی در مورد یک سرگرمی خلاق می‌تواند کودک را امتحان کند تا چیزی جدید را با رنگ یا کاغذ امتحان کند. دهه 1900 میلادی که مصادف است با سال 1280 خورشیدی،
مهندسان دریافتند که می توانند تصویر را با استفاده از امواج رادیویی فرستند. اما این کار تا سال 1926 میلادی عملی نشد. سرانجام جان رودی برت در سال 1925 دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپرو برای نخستین بار موفق شد تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و تصاویر متحرک سیاه سفید را در سال 1926 را در لندن منتقل کند. اختراع جان رودی برت نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی به شمار می رود. تأثیرات منفی تلویزیون در کودکان فعالیت بدنی آنها را محدود می کند. محدودیت مشارکت اجتماعی با وجود تلویزیون مشارکت محدود شده و کودکانی که زیاد از حد تلویزیون تماشا می کنند وقت لازم برای بازی و یا اجتماعی شدن ندارند. تعامل کمتر با همسن و سالان می تواند بر توسعه اجتماعی آنها تأثیر بگذارد. تلویزیون ممکن است دارای کارکرد آموزشی باشد، اما تماشای بیش از حد آن میتواند بر رشد مغز کودک تاثیر منفی بگذارد. طبق مطالعات چند سال اول زندگی برای رشد مغز بسیار مهم است. محققان ژاپن دریافتند که تماشای تلویزیون بیش از حد میتواند ساختار مغز را تغییر دهد. در سال 1928 موفق شد که تلویزیون رنگی مکانیکی را در بازار عرضه کند. در دهه 1950 یک دوره زمانی مهم و طلایی در پیشرفت تلویزیون به شمار می آید. مبدأ تلویزیون‌های سیاه و سفید در سال 1956 است. هزینه دستگاه تلویزیون سرانجام در این زمان کاهش پیدا کرد. در سال 1953 میلادی که مصادف است به سال 1332 خورشیدی تلویزیون رنگی و در دو دهه اخیر تلویزیون های مسطح اختراع شدند. قرار گرفتن در معرض خطر. شما نمی توانید چیزی را که تلویزیون نمایش می دهد کنترل کنید. همچنین همیشه قادر به کنترل آنچه کودک در تلویزیون تماشا می کند نیز نیستید. محتوای نامناسب برنامه می تواند در کودکان چالش و سوال ایجاد کند. پرسش هایی که پاسخهایشان برای آنها بسیار پیچیده است. بدترین قسمت این است که در معرض قرار گرفتن زود هنگام با بعضی صحنه ها می تواند دیدگاه تعریف شده ای از این عناصر در ذهن کودک ایجاد کند. مصرف گرایی یکی دیگر از تهدیدات تلویزیون ایجاد تمایل به مصرف است. تعدادی از تبلیغاتی که کودک در تلویزیون می‌بیند، آنها را با انواع مارک‌ها و محصولاتی که ممکن است نیازی به آنها نداشته باشد، هدایت خواهد کرد. بازرگانان کودکان را تشویق به مصرف غذاها و نوشیدنی‌های ناسالم می‌کنند. کودکان فکر می‌کنند که فست فود، بستنی و نوشیدنی‌های گازدار خوب است. بهتر است بدانید شبکه NBC شبکه خبری تلویزیونی عربی زبانی که در سال 2003 میباشد تأسیس شده است که متعلق به گروه شبکه‌های العربیه میباشد. شبکه CNN در سال 1980 تأسیس شد. این شبکه خبری تلویزیونی 24 ساعته آمریکایی در کشورهای آمریکا و کانادا قابل دسترس است. الجزیره شبکه‌ای است که در دوحه به زبان عربی تأسیس شده است که اکنون اخبار خود را به چند زبان ارائه می‌کند. این شبکه خبری تلویزیونی دارای 80 دفتر در نقاط مختلف جهان و یکی از بزرگترین شبکه‌های تلویزیونی است. خب عزیزان بیننده، این بود از مختصر معلومات مفید که در مورد تلویزیون تقدیمتان کردید. شب و روزتان خوش باشد و دور باشید از تمام بدی‌های زمینی و آسمانی. خداوند یار و نگهدارتان.